سلام به همه مخاطبان خوب برنامه بامداد در هر کجای جهان که هستید. انتخابات هم تموم شد، شور و شوق انتخابات هم از خیابونه ایران جمع شد، دوباره مردم بیچاره برگشتن خونه اول، دوباره فعالای سیاسی رو گرفتن بردن زندان، دوباره آب قطع شد، برق قطع شد و همه چی برگشت سر همون جای قبلی. واقعا آدم نمیدونه، یعنی نمیدونه اصلا این وضعیت غیر از رفتن جمهوری اسلامی و بعد سالهای سال کار چجوری میخواد درست بشه. امیدوارم الان ماهواره شما وصل باشه، برق شما وصل باشه و به صورت زنده از کانال وان برنامه ما رو ببینید. امروز میخوایم راجع به سالگرد یک قیام بزرگ صحبت کنیم، قیام 18 تیر. اما قبل از اینکه وارد سیاست بشیم، وارد در واقع هنر سیاسی، ما وارد سیاست که نمیشیم چون مثلا راجع به سیاست دانشی ندارم که وارد بشم، قبلش هنرنمایی قاسم غفاریان نازنین رو با هم دیگه بشنویم، یه ذره به قول معروف دلمون جا بیاد، یه ذره حالمون خوب بشه، بعد بتونیم بریم راجع به هنر صحبت کنیم، راجع به موسیقی متحد صحبت کنیم و یاد 18 تیر. مرسی از قاسم غفاریان نازنین و این پنجه های جادویی عزیزش که همیشه برای ما آهنگ های زیبا رو میزنه، برای برنامه خودش میفرسته تا ما بتونیم در خدمت شما باشیم، برای شما پخش کنیم. این برنامه مال شماست. هر موقع هر موزیک ویدئویی دارید، هر ترانه‌ای دارید، آهنگی دارید، شعرخونی دارید برای ما بفرستید. در طول هفته با همین شماره واتساپی که در زیر تصویر من درج شده میتونید در ارتباط باشید. نقدی دارید، پیشنهادی دارید بگید. اگر موزیک ویدئویی مال خودتون هست توش همکاری داشتید برای ما بفرستید که پخش کنیم. و اگر هم شاعر هستید شعرهاتون رو به صورت وایس یا صوتی ضبط کنید و برای فایل صوتی برای ما بفرستید، ما حتما پخش میکنیم. امروزم کلا سه تا موزیک ویدئوی دیگه بیشتر پخش نمیکنیم، میخوایم فقط و فقط شعرهای شما رو پخش کنیم، شعرهایی که شما برنامه خودتون لطف داشتید تو این چند هفته فرستادید و خب خیلیش فرصت نشده پخش بشه. و همچنین میتونید به صورت زنده به برنامه خودتون زنگ بزنید، تماس بگیرید با همین واتساپ، فقط و فقط هم در اپ واتساپ این سه تا موزیک که پخش شد تماس بگیرید و به صورت زنده در برنامه بامداد شعر بخونید بدون هیچ سانسوری. اما سالگرد 18 تیره، سالگرد اتفاق بزرگی که افتاد بعد از سالهای سال که جمهوری اسلامی فکر میکرد بعد اعدامهای دهه 60، بعد جنگ، بعد
تمام اتفاقاتی که افتاد و اون مردم به خونه هاشون رونده شده بودن، اعتراض ها خفه شده بود، یه سکوتی در جامعه برقرار شده بود، اعتراضات دانشجویی به قول معروف از بین رفته بود و تقریبا فکر میکردن به اوضاع مسلطن و دیگه مردم ایران قیام نمی کنن. دانشجوهای شریف مملکتمون بلند شدن، به خیابون ها اومدن، خیلیاشون هنوز ناپدید هستن، کشته شدن، زخمی شدن، از دانشگاه اخراج شدن، اما سر حرفشون وایستادن و مردم رو کشوندن به خیابون ها، مردم با دانشجوها پیوند خوردن و تا سالهای سال 18 تیرها 79 80 81 در شهرهای مختلف، دانشگاه‌های مختلف تظاهرات میشد، قیام صورت میگرفت و مردم این روز رو گرامی میداشتن، روزی که به خوابگاه دانشجویی اومدن و جوانای مملکت رو چششون رو کور کردن، از پنجره به بیرون پرت کردن و بسیاری قتل عام کردن، نیروهایی که ظاهرا خودسر بودن اما ما میدونیم که نیروهای جمهوری اسلامی بودن. آهنگ‌های زیادی ساخته شده، شعرهای زیادی سروده شده، همون زمان بسیاری از هنرمندای ما در کنسرت‌هاشون، در برنامه‌هاشون اعلام همبستگی کردند. یکی از اونها که یک شعری از من و سال‌های سال حداقل 14 15 ساله میدونم، خیلیاتون این شعر رو توی شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنید، این شعر رو دوست دارید، این شعر رو روزهای 18 تیر می‌خونید، میتونید با صدای شاهین نجفی این شعر رو بشنوید و پیشاپیش ممنونم که من و شعرهام رو همیشه به یاد دارید. وقت رفتنت باشد، مرد هم گریه می کند وقتی سر من روی دامنت باشد، بکشی دست روی تنهاییش، بکشد دست از تو، دنیا تو واقعا عاشق خودش باشی، واقعا عاشق تنت باشد، روبرویت گلوله و باتوم، پشت سر خنجر رفیقانت، توی دنیای دوست داشتنیم بهترین دوست دشمنت باشد، بهترین دوست دشمنت باشد. نشسته بردوشد زخمهای به قلب مغلوبت، پردگاهی به نام آزادی، مقصد راه آهنت باشد، عشق مکسیست قبل بیداری، انتخابی میان جبر و جبر، جام سم توی دست لرزانت، تیغ هم روی گردنت باشد، خسته از انقلاب و آزاد.
شدیم فندکی در میآوری شاید هجده تیر بی سرانجامی توی سیگار بهمنت باشد دل به آبی آسمان بدهی به همه عشقا نشان بدهی بعد در راه دوست جان بدهی دوست عاشق زنت باش دل به آبی آسمان بدهی به همه عشقا نشان بدهی بعد در راه دوست جان بدهی دوست عاشق زنت باش دوستت عاشق زنت باشد دوستت عاشق زنت باشد دوست. مرسی از اتاق فرمان برای پخش این موزیک زیبا. خیلی از بچه های نسل جدید از من سوال میکنن، میگن اون در واقع 18 تیر 78 نمیدونم خرداد 88 که شما قیام کردید، شما به خیابونا اومدید، نسل ما رو میگن چرا پس خب انقدر سرصدا نکرد؟ آیا قیام کوچیک بود؟ یکی از مهمترین مشکلات که اون زمان بود، حالا مخصوصا 18 تیر 78 که تلفن های هوشمند نبود، اصلا کسی موبایل نداشت اون زمان، دوربین فیلم برداری خب انقدر ساده نبود، کوچیک نبود، در دسترس نبود و ثبت نشد. یعنی شاید اون قیام از خیلی از قیام های حال حاضر هیچ چیزی کم نداشت. هرچند درسته با دانشجوها شروع شد، اما مردم هم همراه شدن. من یادمه در شهر گوهردشت ما زمانی که از دانشگاه آزاد اومدن پایین، به سمت پایین در واقع دانشجوها، مردم از تمام خونه ها، از تمام کوچه ها بهشون میپیوستن. اینجوری نبود که بگیم فقط قیام دانشجویی بوده باشه، اما چیزی که بوده ثبت نشده، اما اون کشته شده ها، زخمی شده ها، صداشون شنیده نشد. اما با تمام اینها خیلی از خواننده ها اون زمانی که اصلا راهی برای انتشار ویدیوها، موزیک ها نبود که سریع به دست مخاطباشون برسونن، همراه شدن، حمایت کردن و صدای مردم ایران رو شنیدن. شیفته عزیز، خواننده عزیزمون، آهنگی داره برای 18 تیر با هم میشنویم. Shake on the mask, oh yeah, I'm shaking.
شد بود یا بنیشه تا من از پای عشقایم شکست مرسی مرسی. ببینید واقعا ما خیلی وقتا مثلا شاید اگه این ترانه رو توی همین برنامه میخوندن من نقدایی بهش داشتم، صحبتایی داشتم، اما این خیلی مهمه. با تمام ضعف‌ها و قدرت‌ها یه خواننده، یه هنرمند کنار مردمش باشه. ببینید این به قول معروف خوبی‌ها و بدی‌ها میره، این قدرت‌ها و ضعف‌ها میره، اما هنرمندی میمونه که صدای مردم خودش باشه. خیلی مهمه. یکی از هنرمندانی که همیشه صدای مردم خودش بوده داریوش عزیز بوده. داریوش زمانی که 18 تیر اتفاق افتاد، من همون روزا یادمه که توی کنسرتی که داشت کل کنسرت رو اصلا اختصاص داد به کارهای سیاسیش، همراهی با دانشجوها و شعرهایی که حتی جمعیت باش میخوندن، یادم دوباره میسازم از وطن رو خوند و تمام دانشجوهایی که تو حالا آمریکا بودن اونجا و باش همخونی میکردن به یاد دانشجوهای ایران و یه آهنگی که خب حالا ویدئویی که داد بیرون و حمایت کرد، شاید میگم اون روزها به دست بچه ایران نرسید به علت اینکه اینترنت تازه داشت شکل میگرفت در ایران و مثل الان دسترسی راحت نبود، اما این حمایت برای ما بسیار ارزشمنده. این موزیک ویدیو رو با هم میشنویم تا اون موقع که موزیک ویدیو تموم بشه، که موزیک ویدیو طولانی هم هست. شما شعراتون رو آماده کنید، آماده تماس توی واتساپ بشید. تموم شد، منتظر تماسهای شما هستیم تا شعرهای زیبای شما رو بشنویم. با هم میشنویم کار داریوش نازنین رو. به مناسبت اعراض حوادث 13 و حمله به کوی دانشگاه مثل شب در شب زمستان، فصل اعدام بهاران، فصل تقویم مسلسل، فصل خشم کینه‌داران. فصل ها تکرار فصل خون، چهار فصل تیر باران. رازقی پر پر شد، باغ در چله نشست، تو به خاک افتادی، کمر
عشق شکست. ما نشستیم و تماشا کردیم. دلم میخواد گریه کنم برای قتل عام گل، برای مرگ راز دیگ. دلم میخواد گریه کنم برای نابودی عشق، واسه زوال عاشقی. وقتی که قلب آب و گلا شکسته و پر پر شدن، وقتی که باغچه های عشق سوختن و خاکستر شدن، من و تو از گل خواهد زید باغچه داشتیم توی خواب با خشتای مقوایی، خونه می ساختیم روی آب. وقتی که ما تو جشن شب ستاره بارون می شدیم، وقتی که پشت سنگر سایه ها پنهون می شدیم، از نوک بال کفترا خونه پریدن میچکید، صدای بیداری عشق رو خواب شب خط میکشید. دلم میخواد گریه کنم برای قتل آب گل، برای مرگ راز دیگی. دلم میخواد گریه کنم برای نابودی عشق، واسه زوال عاشقی. از پشت دیوارای شهر انگار صدای پا میاد، آواز خونه در به در انگار یه هم صدا میخواد. ابر سیاه رفتنیه، خورشید دوباره در میاد، دوباره باغچه گل میده، از عاشقا خبر میاد. دلم میخواد گریه کنم برای قتل عام گل، برای مرگ راز دیگه. دلم میخواد گریه کنم برای نابودی عشق، واسه زوال عاشقی. مرسی، مرسی از شما که این قسمت از برنامه رو دیدید. بخش اول برنامه تموم شد و
از همین الان میتونید با برنامه خودتون فقط و فقط با شماره تلفنی که شماره تلفن نروژی که در زیر تصویر من درج شده میبینید به این شماره زنگ بزنید در نرم افزار واتساپ و شعرهاتون رو به صورت زنده بخونید. اگر هم الان در شرایطی نیستید که بخواید شعر بخونید، اگر مثلا جایی هستید یا نه اصلا آمادگیشو ندارید، میتونید در طول هفته شعراتون رو به صورت وایس یا فایل صوتی به واتساپ برنامه بفرستید، من حتما در نوبت پخش قرار خواهم داد. خب اولین شعر از یکی از شاعران خوب سرزمینمونه، مهدی خدابخش نازنین، شاعری که همیشه برنامه خوش لطف داره، شعری ازش رو با صدای خودش خواهیم شنید. قهرمانت را در این بازی ببین، مرد غمگینت سپر انداخته، در اوچندازی عقلش با دلش پهلوانت پاک خود را باخته. بعد عمری شاعری دیوانگی، واژه ها بر ریش او خندیدند، شعرهایش بر سر افتادن از چشمهایت یک به یک جنگیدند. تا ابد شرمنده از چشم تو که آسمانش را همیشه تار کرد، وزن شعرش قلب پاکت را شکست، کوه غم را بر دلت آوار کرد. شعرهایم را خودم سر می برم، شعرهایم را خودم سر می برم زیر پای هر نگاه مست تو، با تمام شعر و احساسم ببین می روم یک روز من از دست تو. عاشقت افراسیاب قصه بود، مرد جنگی، مرد پیروز پشنگ، او ولی این روزها مخفی شده جای تخت و جنگ در آغوش بنگ. او که شبها با تو در میدان تخت کرده بود عمری کنارت سلطنت، در به در دارد جدایی می کند، یاد چشمان در میمنند. رستمت را گرزهایش خوردند، می جود هی نخ به نخ سیگار را، من که می دانم برایت مرده او، من که می دانم برایت مرده او، او ولی هی می کند انکار. مرسی از جناب خدابخش عزیز و لطفی که همیشه برنامه خودشون دارن. شعری بود در قالب چهارپاره، حالا برای دوستانی که دوست دارن قالب‌های شعرها رو با نام ببریم که آشنا بشن، بیشتر یاد بگیرن، قالب چهارپاره بود و با وزن معروف فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، که توی این وزن اگه بخواید شما شعری مثال بزنید توی این بحث، معروف‌ترین شعرها متعلق به مولانا است، از نیستان در واقع نی و نیستان تا میگه از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق و تا آخر. اما نکته که وجود داره، من حالا بخوام اگه پیشنهادی بدم، توصیه‌ای بکنم، در واقع توی اون بندی که قافیه سلطنت و میمنت بود، یه توصیه که میتونم به همه دوستان بکنم اینه که سعی کنید تا جایی که ممکنه، مخصوصا تو قالب چهارپاره که ما ضعیف‌ترین در واقع زنگ قافیه رو در قالب ها داریم، از قافیه های عربی که توی وزن در واقع ساخته شدن خودداری کنید. مثلا میمنت و سلطنت اونجا،
حالا مثلا ایرادی که از غزل فروغ میگیرن، حتی اونجا که غزله، میگن مثلا چند تا از قافیه هایی که فروغ استفاده کرده بر وزن مفعوله که یه وزن عربیه و قوافی عربیه، میگن اگر هم میخواین به کار ببرید این قوافی رو با فاصله باشه، یعنی دو سه در واقع بیت بینشون فاصله باشه، که دو تا قافیه عربی که برای یک وزنن از زیبایی شناسی شعر کم میکنن. البته این بحث فرق شعر خوب و عالیه، وگرنه بخوایم مثال بزنیم بزرگان شعرمون هم این کار رو کردن و خب حالا بحث زیبایی شناسیه دیگه. بریم سراغ نفر بعدی، سعید نازنین، که تقریبا هر هفته ما ازش شعر پخش میکنیم، لطف داره به برنامه خودش. رهبر شیعیان زمینی، ای وارث غفلت ایرانی، از بهمن 57 تا به امروز در تباهی، وعده ها بهشت دادی، به نام دین دوزخ آوردی، عمر تن به شهوت شیطانی، نفرین ها زمن ها حیرانی، عمر تن به شهوت شیطانی، نفرین ها زمن ها حیرانی، و تو ایرانی، زن زندگی آزادی، پل صراط دختر ایرانی، به دره داد دشمن انسانی، اگر رهبر لشکرش شیطان، عاشقان بلندای آسمانی، یک شنبه شب. مرسی از سعید نازنین که همیشه برنامه خودش لطف داره. بدون فوت وقت اگر تماسی نداریم بریم شعر سروش صفاری نازنین رو بشنویم از مجموعه شعر آخرش. کوچکم گوش می دادم، خورشید را با تمام بزرگی در جیب کوچک کاپشن کوچکم گذاشته بودم، تا اگر دستان کوچکم یخ زدن گرمشان کنم، برای پرندگانی که در اوج آسمان می دیدم لانه ای در چشمان کوچکم ساخته بودم، تا خستگیشان که در رفت از آنها بپرسم کجا میتوان چشم اندازی وسیع از دوستی را یاد، سایه کوچکمی که دنبالم میکرد غصم میگرفت که از من تنها تر است. به مدرسه که میرسیدم بر جای کوچکی از نیمکت پوسید و خط خورده آخر کلاس مینشستم و خدا خدا میکردم که مجبور به گشودن کیف کوچکم نشوم، که زیپ کوچکش را چندی پیش به رود بزرگترین مصیبت آن دوران زندگیم بسته بودم، مشقای عقب افتاده، دست خطی خرچنگ قورباغه، دفتر و کتابی کثیف و شاید یک نقاشی نیمه تمام،
کاش هنوز درس هایوان سختی داشتم و موقع امتحان املا به مغز کوچکم فشار می آوردم که قصه با غنگ نوشته می شد یا با قاف. فارغ از هر چیز دیگر تمام راه خانه را به آن فکر می کردم. مرسی سروش سفاری نازنین. دوستان یه پیام داده بودن که الان مثل که فیلتر شکنار تو ایران مثل که خیلی کار انداختن، خیلی مشکل داره و نمیتونیم تماس بگیریم، چیکار کنیم؟ دوستان خب میگم در طول هفته هر موقعی که حالا نصف شب، روز، صبح اینا که در واقع اینترنتتون وصل شد، فیلتر شکنتون کار کرد، شما اون فایل صوتی رو در واقع بزنین ارسال بشه یا به صورت وایس بزنین ارسال بشه به دست من که برسه، من در هفته‌های آینده حتما پخش میکنم. همین دوستانتون که امروز شعرشون رو پخش کردیم 3 هفته قبل 4 هفته قبل کارشون رو فرستاده بودن، ولی ما در نوبت قرار دادیم، به تدریج کار همشون رو پخش کردیم و مطمئنن شعر شما رو هم پخش خواهیم کرد. اگر میگم فیلتر شکن کار نمیکنه، مشکل دارید برای تماس، میدونم، کاملا درک میکنم، اما راهی وجود نداره متاسفانه جز همین شبکه‌های اجتماعی و جز این در واقع راه‌های تماسی که توی اپ‌های مختلف هست. خب تا حالا تماس برقرار بشه ببینیم، حالا اگه تماسی برقرار بشه از دوستان منتظر تماس هستیم. بعضی دوستان میگم حالا زنگ میزنن لطف میکنن، ولی چون میان پشت خط شعر دوستشون داره پخش میشه من نمیتونم وصل کنم. اگر الان تماس بگیرن من میتونم وصل کنم و شعر خونیشون آغاز کنن. نکته که در مورد کار سروش سفاری نازنی میتونم بگم اینه که خب سعی کرده با کلمه کوچک و این موتیفی که تکرار میشد در واقع یک فرم و ساختار به اثرش بده. خیلی خوب بود، این اتفاق چیزیه که میتونه در کارهای شما استفاده بشه. اما اگه بخوام در واقع پیشنهادی بدم، ایجاز بیشتری که میتونست توی کارش رعایت کنه، خیلی وها میتونست حذف بشه، میتونست بعضی از جملات کوتاه‌تر بشه. خب یه تماس داریم، بعدش من در مورد سروش عزیز بیشتر صحبت میکنم. سلام میتونید سلام اگر لطف کنید صدای گیرنده داخل خونه رو اگر قطع کنید به صدای من بهتر به شما برسه ممنون میشم. بله صداتون رو دارم شما عزیز. عزیزم علی قربان شما. بلیت صوتی از خودم فرستادم، میخواستم اگر اجازه بدید بخونمش براتون. حتما باعث افتخاره، در خدمتتونیم و میشنیم. اسم شریفتون؟ بنده بهرام وکیلی هستم از فیروزآباد فارس مزاحمتون. باعث افتخاره و دوستان عزیز استان فارس که واقعا سرزمین شعرخیز استان فارس، در خدمتتون هستیم. بیار شانه مرا تکیگات آرامش، که شادیم شده در یک نگات آرامش. یا گناه ندارد به هم نگاه کنیم، و تازه داشته باشد گناهت آرامش. اگر سیاه شود روزگار من زنگاه، سرور مردم چشم سیاهت آرامش. به دور چشم تو لشکرکشی مشگان است، به قصد من برسانش سپاهت آرامش. تو جلوگاه سحر در طلوع فروردین، شکوه خنده در قاقات آرامش. بخند در دل دریا مثال مرواری، صدف میان لبت روی مات آرامش. نمی شود شده آه از زبان تو دائم، رسان به من شده ای شکل آفت آرامش. به دست های تو زوگن ماه ایران است، سپیددار قد روبرات آرامش. درود بر شما. مرسی جان وکیلی، ممنونم از تماستون و شرکتتون. مرسی. خب ممنونم از تماس دوست عزیزمون، واقعا استان فارس میگم استان شرخیزه، واقعا این مبالغه نیست. من یادم زمانی که تو دهه 80 سردبیر یک نشریه ادبی تو ایران بودم، باورتون نمیشه
به اندازه ما 7 تا 8 استان کشور ما در استان فارس فروش داشتیم و موجود مجله تخصصی غزل پست مدرن بود به نام همین فردا بود و مخاطب عام نداشت، ولی مردم اونجا و شاعران اونجا انقدر شعر علاقه داشتن، انقدر به قول معروف تفریحشون اینه که میرن حافظیه، مردم شیراز شعر میخونن. مثلا اگه ما تفریحمون مثلا شهرهای دیگه چیزهای دیگه است، همونجوری که تفریح مرادم اصفهان اینه که میرن زیر پل خواجو آواز میخونن. واقعا مردم ایران با هنر آمیخته شدن و این چقدر زیباست. خب در مورد کار سروش صفاری نازنین من داشتم عرض میکردم خدمتتون که یکی بس میتونه ایجاز کار بیشتر بشه، خیلی از وها حذف بشه، خیلی از جمله کوتاه‌تر بشه. دومین نکته که میتونم بهش بگم اینه که به قول معروف دوگانگی زبان کارش رو رفع کنه. یعنی فرضاً زبان خیلی مدرنه، زبان خیلی امروزیه، کلمه مثل خرچنگ قورباغه توش به کار میره، کلمه مثل زیپ توش به کار میره، و یک دفعه در میانه اینها مثلا کلمه گشودن به کار میره. هیچ کدومش ایراد نداره، ولی این دو در یه دایره واژگانی قرار نمیگیره. لحن یک نفر نیست به کارگیری هر دو کلمه. مثلا میشه به جای گشودن باز کردن به کار برد، تا با اون خرچنگ قورباغه و زیپ پوینا از لحاظ واژگانی نزدیکتر بشه. اینم پیشنهادی بود که میتونستم بدم. تا تماس بعدی برقرار بشه بریم از ندا دشتی نازنین بشنویم. بردم به دستان ها من آن آس، بردم به دستان ها که از بخت بدرنگ حکمش نبودم. ورق ها که رو شد حقارت لهم کرد، به قانون بازی تلف شد وجودم. خیالات بردم به دستش زمین خود، رسیدم وسط تا به بردن به بازم. گذر بود تکلیف و یک حکم لازم، خفه خون بگیرم بسوزم بسازم. بریدم که شاه از فقانم برا شفت، مساف از محالات دادم به هم خورد. تماشاگرانی که کل می کشیدن، تبرزن تبرزد سر از هیبتم خورد. شدم آس سرخورده در بی خودی ها، همانی که بی خود شد از خود فرو ریخت. همانی که باید به پشتش نیایند، جنونی که بد محض شد در صبوری که کوچک بزرگی تفاوت نمی کرد. نیرزد سری را که خواهان ندارد، به کوچکترین برگ میدان ببرند. سری را که سرباز و سلطان ندارد. مرسی، مرسی خانم دشتی عزیز، خیلی شعر زیبایی بود، بسیار لذت بردم. توی وزن فعولان 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 که حالا همون بحر متقاربه که ما کتابای مختلفی داریم توی این وزن، از در واقع شعرهای حماسی شاهنامه داریم تا شعرهای روایی و داستانی بوستان سعدی. بسیار زیبا بود علاوه زبانی، در واقع کشف اتفاقایی که داشت و لذت بردم علاوه محتوا تصویری. ولی میتونم در مورد دوگانگی زبان توی این شعر هم اشاره کنم. یعنی مثلا فرض کن فقان با خفه خون، یعنی اونها هیچ کدوم باز ایراد نداره، ولی توی یه دایره واژگانی قرار نمیگیرن و مسائلی از این دست. در اصل شعر زیبایی بود، لذت بردیم. خب اگر فرصتی باشه امیر حسین هریالچی عزیز حسن ختام امروز خواهد بود، اگر تماسی نداشته باشیم الان. خب فکر کنم تماسی نداریم و فرصت هست شعر امیر حسین نازنین رو پخش کنیم. وقتتون بخیر. من امیر حسین هریالچی هستم. خواستم یکی از شعرامو از مجموعه شعر پری براتون بخونم. چاپ سال 1398، انتشارات سوره سبز. دلم غمگین شده در سمت تنهایی فرو رفته. دلم قبری که از هرچه که هست و نیست خالی بود. به عشق چشمهای مشکی تو زندگی کردم، تمام زندگی در رنگ چشمانت خیالی بود. زمان گم می شود در پیچهای مشکی موهات، رها موزون رقصیده جدا از رنگها در باد. زمین در محور روی چو خورشید تو می گردد،
شده برپا برای خاطر تو جنگ ها در یاد. کنارت یورش وحشی غم آهسته تر می شد. همه مفهوم شادی جمع در وقتی که اینجایی. کنارت واژگان صدها کتاب فلسفه می شد. چرا رمزی، چرا رازی، چرا بیوقف زیبایی. کنار راه می رفتی و ماه از قصه می پاشید که دور از برق چشمان سیاهت زندگی می کرد. تمام شب نگاهش از سیاه موی تو پر شد. تمام راه افتاده برایت بندگی می کرد. مسیر خنده هایت را فرشته رنگ می پاشید. تو می خندیدی و کل جهانم با تو می خندید. تمام ابرها مردند وقتی گریه می کردی. تمام رنگ های کهکشانم بی تو می گندید. به من ظلمی زدی، بر من که عشق زندگی بودم. به من که آسمانم هر زمان تاریک تر می شد. به من که وسعت تنهاییم اندازه غم بود. جهانم پیش روی چشم من باریک تر می شد. تمام زندگی آهیست در حال تماشایت. تمام زندگی منگیست در زنگ صدای تو. همه لحن جهان پیچیده در احوال چشمانت. تمام زندگی مرگیست پشت رد پای تو. سپاسگزارم از همراهیتون. مرسی از امین حسین نازنین. فکر کنم یه فرصت نداریم که بخوایم کار دیگه رو پخش کنیم. حالا بذاریم کار حسین میر حسینی عزیزم پخش کنیم. فرصت فکر کنم هست. می توانم به تو گویم که مرا مادر باش. در میان همه تردید تو یک باور باش. می تواند دردم پیش تو خاموش شود. سر به سینت بگذارم که فراموش شود. می توانم با تو سکس قشنگی کردن. پیش تو گربه شدم بعد پلنگی کردن. مرد باشم که به آغوش تو نوزاد شده. بغض باشم که درم محنک فریاد شده. رام تو باشم و آن وقت سوارم باشی. تن به شلاق دهم لیک کنارم باشی. پیش من باشی به هنگام غم و غمگینی. مرحمت ها بکنی. روی سرم بنشینی. که نفس فاصله گر هست نفس گیرم باش. خورد کن جمجمه هم لحظه تحقیرم باش. با تو آغاز شوم لحظه آخر باشی. پسرت باشم و هر لحظه تو مادر باشی. مرسی از جناب میر حسینی نازنین. یه مقدار اگه دوستان بتونن حالا بلندتر هم شعرهاشون رو بخونن یا صدا در واقع دهنشون رو به میکروفون نزدیکتر کنن یا با دستگاهی که بهتر میتونه صدا رو ضبط کنه ضبط کنن خیلی عالی تره، چون میبینید که بعضی از کارها کیفیت خیلی خوبی نداره، بعد خیلی خوب شنیده نمیشه و باعث میشه که اون شعر زیبای شما و اون کشف و اتفاقهای شما اونجوری که باید و شاید به گوش مخاطب نرسه. ممنونم که امروز برنامه رو دیدید. مرسی که تماس میگید با برنامه خودتون. مرسی که این همه شعر میفرستید در هفته. یعنی باورتون نمیشه انقدر به دست من شعر میرسه در طول هفته که من میگم خدایا ما کاش که هر روز برنامه داشته باشیم. واقعا من میتونم هر روز رو پر کنم بدون اینکه وقت کم بیارم. حالا بالاخره موزیک هم هست. من چند تا ترانه سرای خوب سرزمینمون هستن که دلم میخواد یه ویژه برنامه براشون بسازم. برای شهریار قنبری ساختیم، اما هنوز مثلا برای ایرج جنتی عطایی، برای در واقع اردلان سرفراز، برای خیلی از بزرگان سرزمینمون نساختیم و من دوست دارم تا وقتی که هستن و سایه‌شون بر سر ادبیات و هنر این سرزمینه این کارو انجام بدم. مرسی از اتاق فرمان که واقعا لطف کرد امروز کمک کرد. مرسی از کانال وان و مرسی از شما که هر هفته میشینید برنامه خودتون رو میبینید. تا پنجشنبه دیگه و دیدار دیگه، خدا نگهدار.